درود بر همیهنان عزیزم در جای جای این کره خاکی با یک بسته خبری مهم و تحلیلی در خدمت شما هستیم. جمهوری اسلامی برای رأی جمع کردن به آب و آتش میزند. پیشنهاد اعدام جلیلی روی آنتن زنده تلویزیون. فاجعه این بار در گیلان. سرنوشت دریاچه ارومیه در انتظار طالاب انزلی. همراهان عزیز مثل همیشه از شما میخواهیم که لطفاً همین الان این ویدیو رو لایک کنید، و در آخر برنامه نظرات خودتون رو در ارتباط با فعالیت رسانی آوای ایران برای ما کامنت کنید. ما به جز شما حامی و یاوری نداریم. درود مردم شریف ایران، نوید افکاری جمهوری اسلامی برای رای جمع کردن به آب و آتش میزند. پیشنهاد اعدام جلیلی روی آنتن زندگی تلویزیون در حالی که مردم بزرگ ایران در دور اول سیرک انتخاباتی رژیم تو دهنی بزرگی به جمهوری اسلامی و مزدوران زدند شواهد و اتفاقات روزهای گذشته نشان می دهد که نظام علی خامنه برای کشیدن مردم به پای صندوق رای در دور دوم سیرک انتخاباتیش به هر ترفندی رضایت داده است. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد راهیافته به مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شامگاه دوشنبه یازدهم تیر در صدا و سیما روبروی هم نشستند و با موضوع فرهنگ و سیاست با یکدیگر مناظره کردند در این مناظره که بخش پایانی آن به مشاجره دو طرف تبدیل شد هر دو نامزد مورد تایید جمهوری اسلامی از نگرانی حاکمیت بابت نرخ پایین مشارکت مردم پرده برداشتند و با وعده هایی در مورد سرعت اینترنت، مذاکره با کشورهای خارجی، به رسمیت شناختن حقوق اخشار مختلف مردم و حل مشکلات اقتصادی تلاش کردند، رأی بیشتری برای صندوق نظام جمع آوری کنند. کار نظام برای رأی جمع کردن به جای رسیده که نامزد اصلاح طلبان در اعتراف بی سابقه در برنامه زنده گفت تصمیم اول و آخر را رهبر نظام می گیرد و اوست که همه کار و تصمیم گیرنده است. تو همین بحث تحریم ها وقتی که شروع شد چه چیزی اون فشار تحریم ها رو کم کرد وقتی که شما اون کمیته مقابله با تحریم رو گذاشتید که شو شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهور احسن اما رئیس جمهور یه نفر نمیتونه اونجا تصمیم بگیره یه نفر نیست تصمیم نهایی رو مقام معظم رهبری میگیره تصمیم نهایی رو مقام معظم رهبری میگیره این کارهایی که تصمیم رهبری رو رهبری نهایتاً تدابیر مدبر مدبرانه و دایانه مقام نگو نگو چون من رئیس بودم رهبری هر جا نه. خوشش می اومد یعنی اگر صلاح نمیدید اجازه نمیداد این, اگر... این تدابیر مال رهبریه او چیزی که اونجا رفت درست مخاب... از, نظر... از نظر علمی سیرک انتخاباتی رژیم آنقدر مسخک شده که پزشکیان در بخش دیگر از سخنانش تاکید کرد که با وضعیت موجود امکان رشد هشت درصدی که دولت سیزدهم و سعید جلیلی مطرح کرده اند وجود ندارد هنگامی که سعید جلیلی مدعی شد میتواند رشد اقتصادی را به هشت درصد برساند پزشکیان خطاب به مردم گفت که حاضر است از انتخابات کنار برود اما چنانچه جلیلی نتوانست رشد اقتصادی را به 8 درصد برساند او را اعدام کنند اصلا پس این 8 درصد اعلام چرا کردم بنده اعلام کردم برای اینکه او آدم این که میگفتن محقق بشه اون آدم... او اتفاقا ما این به جهش در جلو چشم این, 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 مردم... این مردم اعلام میکنم, مردم اعلام میکنم. همین امروز هم از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این 8 درصد رشد بده اگه نداد اعدامش کنن یعنی حرفی که میزنه روش واسته اگر نتونستی اصلا ما همینه نتونستی حل کنی پزشکیان درباره سیاست خارجی نیز گفت که با مذاکره برای رفع تحریم ها و پیوستن به FATF موافق است. در مقابل سعید جلیلی گفت که نظر او پشیمان کردن طرف های غربی در مسئله تحریم هاست. او همچنین ادعای طلبکار بودن جمهوری اسلامی در مسئله برجام را مطرح کرد و گفت نباید معطل ماند و باید با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کرد. پزشکیان به همسویی جریانهای داخل حاکمیت با بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در مخالفت با برجام اشاره کرد و گفت ما روزانه ده هزار میلیارد تومان ضرر میکنیم در این وسط یک عده کاسب تحریمند و میخورند و میبرند در بخش پایانی مناظره شامگاه دوشنبه سعید جلیلی طرف مقابل را به نداشتن برنامه و تجربه متهم کرد و مسئول پزشکیان نیز به دولت در سایه کنایه زد و گفت امکان ندارد کسی بیرون از یک سازمان و ساختار بتواند برای آن برنامه بنویسد در مورد سیرک انتخابات بلخص آقای پزشکیان و جریان استعاد یه صحبتی داشتن اول از اون خواهش کنم اینو گوش کنید بنده رهبری رو قبول دارم اصلا زوغ اونم یه لحظه اجازه بدید به نظر شما به نظر شما این درست نیست من نمیگم درست باشه اشکال نداره درست نباشه حق ندارید به کسی که من بهش اعتقاد دارم توهین کنید کس ندارید به اون کسی که با به رفی اعتماد کنه خب آقای پزشکیان اینجا علنا اومدن گفتم من مخلص و چاکر آقای خامنه ای هستم زوب در ولایتم ده ها ویدیو از ایشون هست که از این مدل حرفا زدن که من سپاهی هم من زود در ولایتم و خب ببینید جریان اصلاحات به چه دریوزگی و بیچارگی افتاده که در واقع از شعارهای اصولگره ها استفاده میکنه که رأی جمع کنه رأی اصولگره ها رو بگیره چون میدونه که پایگاه اجتماعی نداره پایگاه اجتماعیش خیلی وقت از دست داده همونطور که دیمای 96 مردم تو خیابون علنا فریاد زدن اصلاح طرف اصول دیگه تموم ماجرا و ماجرا تموم شده و اینا میبینید که به چه فلاکتی افتادن که تبدیل شدن به شعبه دوم اصولگره ها و میان شعارای اونا رو میدن که آرای اونا رو در واقع جذب کنن در صحنه بین المللی روزهای سختی در انتظار جمهوری اسلامی است. نتیجه دور دوم انتصابات هم نخواهد توانست تغییر محسوسی در این رابطه ایجاد کند. پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روز ششم تیر 1403 اعلام کرد که از اول ماه اکتبر سال جاری میلادی دهم مهر مهلت دبیر کلی ینس استولتنبرگ به پایان خواهد رسید و مارک روت نخست وزیر کنونی هلند جانشین او خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز کایا کالاس را به عنوان جانشین جوزف بورل در مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت خود انتخاب کرده است. اگر چه نخست وزیر کنونی استونی باید از سوی پارلمان اروپا در نشستی که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، مورد تایید قرار گیرد. ترویکای اروپایی در مذاکرات اصلی با جمهوری اسلامی نیز که کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه را دربر می گیرد، در بر می‌گیرد، در هفته‌های گذشته مواضع سختتری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. سه کشور اروپایی در آخرین نشست ادواری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطنامه ای را در رابطه با برنامه هسته جمهوری اسلامی به تصویب رساندند که این پرونده را بار دیگر روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته. شورای امنیت نیز بلافاصله پرونده اتمی جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. در این نشست نمایندگان ترویکای اروپایی جمهوری اسلامی را تهدید کردند که در صورت ادامه فعالیت های هسته ای با شتاب کنونی خواهان فعال شدن مکانیسم ماشه خواهند شد. مدت‌ها بود که هیچ کدام از کشورهایی که امضای خود را زیر توافق هسته ای گذاشتند اشاره ای به مکانیسم ماشه نمی کردند. بندهای 36 و 37 برجام به کشورهای امضا کننده توافق اتمی این حق را می دهند که در صورت مشاهده عدم اجرای برجام هر یک از طرفین قرارداد توافق بتواند به کمیسیون مشترک شکایت کند این کمیسیون برای حل و فصل موضوع مورد مناقشه 15 روز فرصت دارد در صورتی که کمیسیون برای مشکل یا مشکلات مطرح شده راه حلی پیدا نکند پرونده به وزرای خارجه کشورهای عضو برجام ارجاع داده می شود. آنها نیز 15 روز دیگر برای حل و فصل مشکلات فرصت دارند. کمیسیون مشترک هم 5 روز دیگر فرصت دارد تا موارد اختلاف را بررسی کرده و راه حلی ارائه دهد. اگر پس از روند 35 روزه طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می تواند موضوع را به عنوان تخطی چشمگیر از توافق به شورای امنیت بفرستد و این شورا باید ظرف سی روز به قطنامی برای ادامه یا لغو تعلیق تحریمها ها رأی بدهد و به این ترتیب تحریم هایی که در سال 2015 به تعلیق در آمدند می برگشته و دوباره اعمال شوند هیچ یک از کشورهای عضو نیز حق وتوی آن را نخواهند داشت فاجعه این بار در گیلان سرنوشت دریاچه ارومیه در انتظار تالاب انزلی گزارش های محلی حاکی از آن است که ماهی های موجود در طالاب انزلی اکنون به 5 تا 10 درصد کاهش یافتند و در نتیجه کاهش شدید عمق آب سیادان این منطقه یا برای ماهیگیری به سمت دریا می روند یا به ناچار شغل اجدادیشان را ترک می کنند فعالان محیط زیست از مدتها قبل هشدار دادند خطری مشابه دریاچه ارومیه طالاب انزلی را نیز تهدید می کند. اما آنطور که از سخنان کنشگران محلی برمیآید این پهنه آبی زیبا در شمال ایران نیز در اثر بیاعتنایی و ناکارآمدی رو به نابودی است تا آنجا که بر اساس پیشبینی برخی پژوهشها تا پایان قرن جاری دیگر تالابی وجود نخواهد داشت برخی محققان در دانشگاه تهران با بررسی تصاویر ماهوارهای و مدلهای هیدرولوژی نشان دادند که از دهه 1930 به بعد حدود 80 درصد مساحت تالاب انزلی از بین رفته و ممکن است این تالاب تا سال 2060 کاملا خشک یا در بهترین حالت به یک تالاب فصلی تبدیل شود. بنابراین سرنوشتی مشابه با دریاچه ارومیه در انتظار تالاب انزلی است. حالا ساکنان حاشیه این تالاب که زندگیشان به حیات آن وابسته است در انتظار روزهایی ترخترند. سیادان تالاب میگویند دیگر ماهی چندانی باقی نمانده است و باید کم کم از آن خداحافظی کنند چون سطح باقی مانده برای سیادی آنقدر کم و حجم آلودگی و ورود رسوبات آنقدر بالاست که دیگر جایی برای آنها باقی نمیگذارد حمید رضا شیرین مدیر اتحادیه قایقرانان شهرستان انزلی با بیان اینکه در حال حاضر همه فاضلا به شهرهای اطراف به طالاب انزلی وارد می شود گفت که بخش زیادی از مشکلات مربوط به تصمیم هایی است که در سطح استان گرفته می شود و برای حل آن از مردم محلی کمک نمیگیرند. مدیرعامل اتحادیه قایقرانان شهرستان انزلی در ادامه افسود درخواست ما این است که اجازه دهند خود مردم و زینفعان طالاب انزلی آن را احیا کنند. ما همین زباله ها و گلولای را بر می داریم فقط آنها دخالتی نکنند. چون ورودشان به این موضوع باعث شده است محیط زیست، آبزیان، ماهی ها و پرندگان طالاب از بین بروند و کسب و کار محلی های اطراف طالاب آسیب ببیند. او با تاکید بر اینکه تصمیم های مدیریتی نادرست طلاب انزلی و زندگی سیادان را در معرض خطر قرار داده به روزنامه همیهن هم گفت سفره قشر بزرگی از قایقرانان و کسانی که سیادی و شکار می کنند خالی شده است در حال حاضر فاضلاب از 99 مجرا وارد طلاب انزلی می شود و رسوبات لایروبی نشده هم تهدید دیگری محسوب می شود به گفته فتح شیرین کشاورزان از همین آب آلوده به فاضلاب برای آبیاری محصولاتشان استفاده می و مردم نیز این محصولات را مصرف می کنند که نتیجه آن را در بیمارستانها با افزایش شمار انواع سرطان می بینین. بر مبنای داده های پژوهشی مشترک در دانشگاه های تهران و علم و صنعت ارزش هر هکتار از طالب های ساحلی حدود 80 هزار دلار است. یعنی با خشک شدن هر هکتار از طالاب انزلی معادل 80 دلار خسارت به کشور وارد می شود. در حال حاضر 25 طالاب ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شدند. اما نتایج پژوهشی مشترک در دانشگاه های تهران و علم و صنعت از بررسی 20 طالاب نشان می دهد که در چهار اخیر سطح این طالاب ها 60 درصد کاهش پیدا کرده است. به این معنا که مرگ طالاب های ایران در چهر سال اخیر سالانه حدود یک میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. طالاب انزلی با مساحتی حدود 20 هزار هکتار در استان گیلان و در جنوب غربی سواحل دریای خزر قرار دارد و فاصله آن تا رشت نزدیک به چهل کیلومتر است. این پهنه آبی از جنوب به سومه سرا، از شرق به پیر بازار، از شمال به بندر انزلی و از غرب به آب کنار می یازده رودخانه اصلی و سی رودخانه فرعی با عبور از شالیزارها و مزارع شمالی ایران به طالاب انزلی می ریزند که از سه جزیره اصلی بزرگ، میان پشته و کوچک تشکیل شده است. پرندگان مهاجر، لاله مردابی و نیلوفر آبی، خانه های رنگی در حاشیه آن و نیزارهای وسیع تالاب انزلی را به یکی از زیباترین پهنه طبیعی در جهان تبدیل کرده است. گزارش های محیط زیستی حاکی از آن است که بیش از صد گونه پرنده، پنجاه گونه ماهی و صدها گونه گیاهی در اکوسیستم کم نظیر تالاب انزلی یافت می شوند. ضمن این که این پهنه آبی از مهمترین منابع تکثیر ماهیان خاویاری و استخانی دریای خزر است. بله، هر دم از این باغ بری می‌رسد. تازه تر از تازه تری می رسد. یاران مهربان این بسته خبری رو هم به اتفاق به پایان بردین. در پایان یادآور میشم که لایک ها و کامنت های شما همچنان یاریگر ماسته. پاینده ایران